آقای دکتر ظریف رو بیا بنشینه جلو، بنده من مخلص آقای ظریف هم هستم. اونجایی که ایشون بلند شد از موشکی ما دفاع کرد خاطرتون هست؟ خبرنگار با موشک میخواد چیکار شما؟ گفت کجا بودی زمانی که ما رو با شیمیایی زدن، با موشک صدام میزد، ما منت میکشیدیم برای یه دونه موشک به ما نمیدادن. اینقدر دفاعشون خوب بود که خبرنگارای خارجی برش دست دادن. همون موقع من تو کانالم گفتم بذارید تو سخنرانی دفاع کنم. اما امروز من سوال دارم از شما، شما به جای اینکه بری جلوی فردوسی پور بشینی که ما نفهمیم ربط وزارت خارجه به فوتبال چیه، بیا بشین من چند تا سوال دارم از شما. خب شما مأمور بودید برجام رو به ثمر برسونید و پولهای ما برگرد، چی شد؟ آقا جون امتحان تاریخ داشتیم، رفتی زیست شناسی خوندی؟ که به خدا اگه زیست شناسی هم خونده باشی، ایشون اخیراً تو این 5 6 ماه اخیر چیز جدید رو کرد. اصلا از ابتدا قرار نبود برجام مسئله مالی رو حل کنند. ای آقا جون مادرت با من مناظره دیگه نکن، با حرفای 4 سال پیش خودت مناظره کن. خب شما قرار بود امنیت رو بیاره، ما قرار بود به من حمله بشه. به خدا اگر همین درست بشه بیا مناظره کنیم، بیا بشیم بحث بکنیم آقای دکتر عزیز، که ببینم آمی آیلون رئیس سابق شیمبت چی میگه، اطلاعات داخلی اسرائیل، تو اینو به خورد مردم شاید بتونی، به خورد من نمیتونی بدی. ایشون اومد گفتش که ما هر چی حساب کردیم دیدیم ایران رو از هسته‌ای نمیتونیم از دستش بگیریم، حمله بکنیم به مراکز اتمیش، نهایتا 6 تا 18 ماه بین ایران و بمب اتم فاصله میندازیم. ایران is a huge threat. We cannot live with Iran having a nuclear military power. Probably it's too late. All what we can achieve with our military power probably is to delay the program for I don't know 12, 18 or 6 months. عزیزان اسم سوخت 20% تابلوی بود که یعنی به ما حمله نکنید. مثل سگ از این میترسیدن، چون 20% رو یه بار دیگه میذاشتی تو چرخه سوخت میشد 90%. آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا، هر ایرانی از دیدن این فیلم بمیره مرگ بر او رواست، اگه غیرت داشته باشه، اگه شرف داشته باشه. آقای پومپئو برگشته چی میگه؟ خبرنگار میپرسه میگه شما هم دارید با کره شمالی مذاکره میکنید، هم دنبال مذاکره جدید هستید با ایران. گوش کنید، چرا برای کره شمالی شرطی نذاشتید اما برای ایران 12 شرط گذاشتید؟ یه جواب میگه، خدا شاهد آدم آتیش میگیره، برمیگرده میگه که چون کره شمالی قدرت هسته‌ایه نمیشه برای شرط گذاشت، زورش زیاد. ایران needs to meet 12 conditions before the US will be willing to negotiate a new nuclear deal. Why are there no preconditions for North Korea? We've made very clear that these situations are very different. We take each of them where we find them. North Korea today has weapons, nuclear weapons, capable of reaching the United States of America. This is the threat that President Trump said we needed to take on now and take on immediately. کار به جای رسید، کشورهای عربی هیچ وقت جرأت نمی‌کردن به ما چپ نگاه کنن، رئیس پلیس ابوظبی و دبی بر ما کری می‌خونن. آقای آمی آیلون خوب میگه تو ادامه، میگه یک جمع سنی درست می‌کنیم، اینا رو می‌ندازیم به جون ایران، مثل جنگ 8 ساله‌شون با کی؟ صدام جدید. 500 میلیارد دلار قرارداد نظامی برای چی به عربستان بستن؟ خوابید مردم، جلو چشامون دارین اتفاقا میفته. موشک دانگه فنگ 3 که 2000 کیلومتر بردشه برای چی عربستان خریده؟ برای یمن؟ ناتوی عربی یعنی چی؟ برای چی شاه اردن چند وقت پیش فاش کرد از جلسهشون که توی اردن جلسه برگزار شده، این میگفته به جای اینکه به ایران حمله کنیم قبلش بیاید ماجرای اسرائیل ببینیم چی میشه؟ یعنی چی؟ چرا F-15 ها به F-35 ها دارن مانور مشترک برگزار میکنن؟ ببین هسته‌ای بودیم میترسیدن، گفتن این با برجام خیالمون راحت شد، حالا موشکاشو نمیتونیم بگیریم، یه راه دیگه داره، موشکا سر عربا خالیشه. دو تا از تحلیلگرای سیاسی آمریکای، امنیتی های آمریکا، اینا رو من همون 3-4 سال پیش رفتم این آقایون گزارش دادم، دارن صحبت میکنن که به احتمال زیاد عربستان از پاکستان با متون خریده، تموم شد داره. کویت و امارات دارن اتمی میشن، برنامه فضایی دارن. حالا یه سال برجام سایه جنگ برداشت یا آورد، دیگه چیکار کردید شما؟ رابطه ما رو با کشور عربی که گن زدید رفت، پاسپورتمون وزیر خارجه بعد ارزشمند میشد، زن ایرانی تو گرجستان لخ کردن، کل کاری که کردید سفر به عراق بود، تو سفر عراق قرارداد اقتصادی میشه که از 12 میلیارد دلار برسه به چی؟ 20 میلیارد. این نتیجه چیه؟
رهبری دیگه بیشتر از این نمیتونست به ما مردم بگه. یه مدال داد به قاسم سلیمانی، یعنی این رفته جنگیده که این میتونه بره تو عراق قدم بزنه. آقای دکتر ظریف، ما ترک داریم، هموطنان چی؟ ترک. این بزرگواران حساسن روی ارمنستان، چون از قدیم ارمنی و ترک ها با هم چی بودن؟ درگیر بودن. ترکیه یا ارمنی کشتن، ارمنی ها توی جمهوری آذربایجان و قبلترها توی همین آذربایجان خودمون، مثلا ایروان ما حوزه علمیه داشتیم بدونید، پایتخت ارمنستان، کشتارها انجام دادن. کشتار خوجالی نمیش که 970-80 نفر کشتن، زن و بچه به خاک و خون کشیدن تو جنگ قره‌باغ. خوب دقت کن، بماند که ایران تو جنگ قره‌باغ به آذربایجان کمک کرد، بماند آقای حقیقت پور سردار ما اونجا جنگید، بماند آقای نوعی اقدم ما اونجا جنگید بدونید، بماند 20 خورده ای تا 30 تا شهید تو خاک قره‌باغ داریم. خاک بر سر مسئولین جمهوری آذربایجان که آمریکایی بهشون گفتن ما بهتون کمک میکنیم، ایرانی‌ها رو بندازید بیرون. اینا ما رو اخراج کردن، خاک بر سر خودشون هم نتونستن دفاع کنن. بعد در کمال بی‌شرفی میان میگن ایران طرف ارمنستانه، دارن این کارو میکنن تا ورق تجزیه طلبی بیارن بالا، پان ترکیزم، شعارهایی که توی بازی تراکتور سازی داده میشه، آذربایجان بیر اولسون، مرکز تبریز اولسون. آیه وزیر محترم امور خارجه، آیه دکتر ظریف بیا به من توضیح بده چرا در روز کشتار خوجالی رئیس جمهور ارمنستان رو دعوت میکنید ایران، و ایشون میاد تو ورزشگاه آرارات سخنرانی میکنه و تو ورزشگاه آرارات پشت سرش یه بنر زدن نوشته قره‌باغ جزء لاینفک خاک ارمنستان است، در حالی که من میگم قره‌باغ جزء لاینفک خاک اسلامه. 85 تا 90 درصد مردم جمهوری آذربایجان شیعن، شیعه 12 امامی. برید ببینید رسانه‌های جمهوری آذربایجان از روزی که رئیس جمهور ارمنستان صحبت‌ها کرد چیا دارن میگن. برید ببینید تو بخش‌های ترک نشین ما چه حرفایی بین دانشجو داره زده میشه، میگن دیدید راست میگفتیم. توی مسائل دیپلماتیک آقای دکتر ظریف جواب اومده. به من بگید وقتی 37 درصد تجارت و اقتصاد ما با چینه، یک سال و نیم شما سفیر معرفی نکردید، چون چین چه معنی داره جز اینه که چینی ها میگن شما رابطه با ما رو نمیخواید. من چین بودم، چقدر وزارت امور خارجه ما ناراحت بود که چرا اینا رفتن چین. چینی ها میگفتن شما ایرانی ها به ما به دید فاحش های آخر شب نگاه میکنید، یعنی شما نگاهتون با آمریکا و اروپا و غربه، هر جا گیر میکنید میاد سراغ ما. یک سال و نیم سفیر معرفی نمیکنید، سفیر کارش چیه؟ کانکتوره دیگه، میخواد ارتباط برقرار. معنیش چیه؟ آمریکا و چین با هم جنگ سویا برگزار کردن. جنگ سویا با چه صیغه ای؟ سویا چیه؟ سویا غذای گاو و گوسفند و مرغتون عزیز من. نباشه ببین چی میشه، گوش سر به فلک بکشه، تخمر سر به فلک بکشه. چین و آمریکا با هم دعوای سویا رو انداختن، تحریم و خریدن و نخریدن و داستان. ایران و همین پار امسالا ایران واردات سویاش از آمریکا چند برابر کرد. این چه پالسی برای چین میفرسته؟ آی دکتر ظریف بیا جواب منو بده. آی کواکبیان اصلاح طلبه، جز لیست بنفش سیتا بنفش تهران بوده، ایشون رفته و سوریه برگشته و داد میزد سر دولت، میگفتش که آقا جون تو سوریه به ما میگن پاشید بیاد قرارداده اقتصادی رو بنویسید، شما زحمت کشید برای امنیت ما، بیاد الان پول پارو کنید ببرید، معادن فسفاتشون رو در اختیار ما گذاشتن، میگن بیاید برداشت کنید دیگه، بابا لازم بیاد امضا کنید، ما نامرد نیستیم، ما شما رو یادمون نمیره. بعد برای اینکه خوب خورد کنه اونا رو، رئیس جمهورشون بلند شد اومده ایران، اومده پیش رهبر شما که بگه شما گفتی وایس تا بقیه گفتن چی؟ تسلیم، شما حرف شما رو گوش کردیم وایستادیم و امروز چی شدیم؟ پیروز شدیم. همون روز آقای دکتر استعفا میده که چرا رئیس دفتر رئیس جمهور خودشون چرا من خبر نکرده، خودش تهنایی رفته توی جلسه. همون روز استعفا خبر اول باید این میشد، عکس بشار اسد و دیداش با رهبری باید میشد، خبر اول این شد، استعفای ظریف. یعنی چی؟ یعنی آقا به این اتفاق نقد داریشون، چرا بلند شده اومدیم مثلا. اما اینا منو نمیذارن تو صدا و سیما جلو اینا بشینم، اینا میگن آقای ظریف بیا جلوی رشیدپور بشین، و آقای رشیدپور بگه دکمه سر آستین چی آقای ظریف؟ آقای ظریف انگلیسی هم بلدی شما، یه چهار کلمه انگلیسی هم بگو. ایول خارجی حرف میزنه.